درو در شما بفرمایید. صدا نداریم قربونت برم. بله صداتون جناب اومد. دانا بله بفرمایید. صداتون اومد بفرمایید. سلام، خسته زنده نباشید. بعد شما بشم. جناب دانا، من یه خانواده مذهبی به دنیا اومدم و خیلی هم خانوادم مثلا حضرت آقا رهبری خیلی جای به خصوصی داشت داخل خانواده ما. بعد من بله به خاطر اینکه یه عشقی به امام حسین داشتم، عشقی به هیئت و به کربلا این چیزا داشتیم، کم کم یواش یواش پام باز شد بین فرقه شیرازی ها. اوه اوه یه طوری شد که مثلا من دیگه همش فقط فکرم این بود که آقا این رهبر ما ضد امام حسینه. یعنی هر چیزی که اونو صحبت میکردن این بود. یعنی شما ببین، حالا رضا بازا و اونایی که میخوان مثلا براندازی کنن اینا ضد رهبریان، از این طرف هم ما یه دو آتیشه هایی داریم که اصلا خیلی به اسلام و امام حسین و پایبندن. بعد میگن بابا رهبری اصلا هیچه. خب یعنی یه جوری داخل مغز ما اینو جا انداخته بودن که اصلا رهبری مهره مثلا جاسوسه، یه طوری که فقط میخواد امام حسین رو خراب کنه. یعنی اینو به ما یاد داده بودن. بعد من یواش یواش با برنامه شما تو آشنا شدم دیگه، یواش یواش خودم تحقیق کردم، الان واقعا میبینم بابا غیر از این رهبر ما کسی دیگه نمیتونه اصلا نه دایه‌داری اینو کنه که بگه مثلا مسلمونی از همه لحاظ، از اسلام گرفته، از انسانیت گرفته، از همه چی یه ید شما تو طولایی فرقه داره داخل شیرازیه حد بودید؟ دیگه. شما تو فرقه شیرازیه بودید با برنامه من آشنا شدید؟ آره بله بله یعنی کلن اینا خب چون که مثلا میگن آقا سید صادق شیرازی نوه میرزای شیرازیه، خب بعد اومدن یه مرجعیت و باب کردن، مثلا شما کربلا که میری سید صادق شیرازی زیاد چیزی نداره، سید صادق شیرازی مقلد نداره داخل کربلا، خیلی کم داره، مثلا 80% عراق از آیت الله سیستانی تقلید میکنن. بعد با اینکه مقلدی نداره اما یه خرجایی میکنه، یه مثلا همون داخل شهر ما به هر هیئتی سال 93 به هر هیئتی 100 میلیون تومان کمک کرده بودن. خب یعنی شما چند سال تو فرقه شیرازیه بودید؟ تقریبا از سال 90 تا 97 97 98 آره 7 سال 8 سال بودم. بعد یه طوریه وقتی دفتری که داخل قم دارن، هر کی داخل این دفتر وارد بشه، میری داخل دفتر مثلا حالا یارو طلبه است، یارو اصلا هر چی هر کاری است، میری میگی مثلا من وضع مالیم بده، 1 میلیون کمک میکنن. میگی مثلا برای هیئت پول میخوام، برای میخوام مراسم بگین برای هیئت، نمیگن این هیئت کجای کیه، هیئت امنا دارید ندارید. یا آقا مثلا یه سیستم میخوام برای هیئت بگیریم 30 میلیون پولشه، 30 میلیون بهت میدن. یعنی انقدر اینو خرج میکنن اصلا باور نشدنیه. خب بابا 20 تا کانال دارن، 21 دو تا کانال دارن فقط توی انگلیس اصلا. بله باور درسته. نکنم چون کانال کانال ماهواره‌ای رفتم، خیلی هزینه‌های حداقل شما کمترین پولی که برای یه کانال ماهواره‌ای بر بری خط پخشش اینا 100,000 یورو برای یک کاناله، 100,000 یورو حداقل دارم میگم. بله فقط شما برنامه‌تون استدیو نداشته باشه، تو خونه خودتون فقط حق پخش روی آنتن داشته باشی 100,000 یوروه. اینا 22 تا کانال دارن، بعدم همه‌شون هم استدیو دارن و داده در کنار بله. چند تا رادیو هم دارن. آخه مگه شوخیه؟ یعنی آقای دانا، من عموم سال 96 سوریه شهید شد خان دومان. بعد خدا به مازن وازتون. بعد خیلی عموم هم صحبت میکرد، میگفت نرو دنبال این فرقه اینا نرو، خیلی با هم صحبت میکرد. خب بعد یه روز قبل از اینکه این جریان شهادت همون پیش بیاد، ما از طریق یه نفر آشنا شدیم که مثلا قبل از محرم بود. بعد میگفت آقا شما بیاید کتابایی که یالا یه عالم کتابای بی محتوا مال همون سید صادق شیرازی، میگفت این کتابا رو شما پخش کنید. خب بعد 100 میلیون به خودت میدیم با آدمایی که میخوای جمع کنی، یعنی 100 میلیون هزینه. من سال 95 یعنی مثلا 7-8 نفر جمع کنم فقط بگردم داخل شهر خودمون، داخل هیئت ها
این کتابا رو فقط پخش کنم. خب یعنی حساب کنم مثلا اینا نه چی میگن مثلا مردم چی بهش میگن اینه که وجوهات شرعی میگن، نه مقلدی داره داخل ایران اما آره نه مقلدی داره داخل ایران که مثلا از اونا بگیره، اما چرا مثلا این کارا رو میکنن من نمیدونستم. پیش خودم فکر میکردم مثلا من تو صراط حقم دیگه، تو راه درستم، راه امام حسینم، راه هیئتم، راه درستم، اما اینا هیچی نداشتن. یعنی موقعی که داعش تو سوریه اومد، خب اینا مثلا من رفتم پرسیدم از خود سید صادق شیرازی دفترش داخل قم، پرسیدم گفتیم هاش آقا مثلا ما چیکار کنیم، من خیلی دوست داریم بریم بجنگیم با داعش و از این حرفا. خب گفت شما باید صبر کنی، شیعیان ما تو اینجور موقع ها روایت داریم که نباید هیچ کاری شیعه ها انجام بدن، طرفداری کسی رو نکنن. آره یعنی شیعیان، گفت آقا شیعیان ما باید تو اینجور موقع طرفداری از کسی نکنن، همونجور بمونن، یعنی ما همونجور بمونیم بعد. آره دیگه یعنی واقعا معلومه، یعنی واقعا مثل روز روشنه که آقا اینا راه. بعد یک چهره کریه، یعنی خدا شده باید نگاش کنید. خب مثل همین روحانی که مثلا یه چهره کری داره، روحانی مثل همون گربه نره است. خب بعد ایشون هم مثلا یه چهره خیلی کریه، یه چی بگم، بعد یه ما داخل قرآن یا فکر کنم روایت داریم میگن منافقین خداوند یه بوی بدی بهشون میده که هر جا برن رسوا بشن. خدا شده من داخل حسینیه اینا که وارد میشدم یه بوی تعفن میداد داخل قوم. نمیدونم حالا، اما خب خیلی خدا رو شکر میکنم که با شما آشنا شدم، خدا رو شکر میکنم که به راه مستقیم وارد شدم. من پدر مادر خانوادم همه حزب اللهی و همه دو آتیشه و همه، اما من خودم جایی رفته بودم، به جایی کشیده بودم از تاریخ عشق امام حسین، فقط به یه جایی رسیدم، فقط اینا صحبت میکنن شب و روز در مورد ما که آقا شما خار بیار بریز رو زمین رو خار را برو، زغال بیار آتیش درست کن رو آتیش را برو، قمه بزن، زنجی تیغی بزن، فقط این. نمازم نخوندی یعنی 90 درصدشون اصلا نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن. نشه نه پرست کلاس فقهشون، حالا نمیدونم تا چقدر درسته، همیشه هم یه لعنتی بر آقای خامنه ای میفرستن، این تا چقدر صحت داره؟ 100%. نگاه کن مشتبه خب داداش همین سید صادق شیرازی، اصلا کلیپاش هست که صحبت میکنن. اینا چند تا حوزه دارن، یکی داخل قم دارن، یکی داخل اصفهان دارن. خب بعد این حوزه داخل اصفهانش مثلا الان کسی که طلبه میشه، مثلا سال اول سال دوم طلبگی، هر کدوم از مراجع یه پولی ماهیانه بهشون میدن، مثلا رهبری نفری 30-40 تومن میده به هر طلبه. مثلا ما 9 تا 10 تا مرجع تقلید داریم، هر مرجع تقلیدی 30-40-50-60 هر کدوم اندازه خودشون پول میدن به اینا به عنوان شهریه. بعد کسایی که تو حوزه علمیه سید صادق شیرازی که تو قم و اصفهانه درس میخونن، اینا بقیه مراجع بهشون پول نمیدن. خب خود سید صادق شیرازی فقط بهشون پول میده، بقیه مراجع اصلا پول نمیدن. بعد اون خودش که پول میده مثلا ماه یه دفعه 500 تومن به هر کدوم میده. بعد 90 درصد اونا هم معتادن همشون. خب خیلی هاشون معتاد، اصلا یه آدم های چی بگم اصلا قید و بند دین و مذهب و این چیزا نیستن، فقط اینه که بشینن بگم فلان فلان عمر به عایشه فوش بدن. فقط میگن ما دشمن اصلیمون سنیه. خب من نمیدونم با داعش بجنگن. آره نه اصلا میگن، من یه بار صحبت کردم با یکی از روحانی اونجا، گفتم آقا قرآن، خدا قرآن داره میگه، داخل قرآن میگه آقا یهود، میگه بیشتر کسی که دشمنی کرد یهوده. خب وقتی امیرالمومنین رو شهید کردن، امام علی میگه فوست و عرب بل کبه، میگه به خدای کبه رستگار شدم، میگه پسر زن یهودی رو بگیرید. خب میگه کد میده که یعنی ما دشمنمون یهوده، صهیونیسمه. خب بعد اینا میگن نه ما اصلا یهودی ها خیلی خوبن، ما با یهودی ها کار ندن، فقط با سنی ها کار داریم. حتی بگم یهودی ها از نظر جمهوری اسلامی دارن خیلی راحت زندگی میکنن، چون اونا هم انسان هم هموطن هم. بله نه من منظورم صهیونیسمه.
آره بله به آره هر حال خیلی جالبه. خب خیلی خب خدا رو شکر که شما از این فرقه خطرناک در اومدید. به هر حال زنده باشید. به هر حال بله سلامت باشید. قربونتون برم. ممنون خیلی مام. عالی لطف کردید من اقبال. فقط خیلی یه خوش حرف یه حرف یه حرف دیگه داشتم آقای دانا جونم. ببخشید، من خیلی اصلا شما رو دوست دارم، خیلی پست میذارم، خیلی تمام پست شما رو چند تا پیج درست کردم میذارم. فقط آقای دانا شما الان فکر نمی کنید مثلا انقدر که بحث تمدنی رو پیش میارید که میگید آقا ایران داره به آبهای مدیترانه میرسه و اینجوری میکنه اینجوری میکنه از این کارا؟ خب من رفیق عرب عراقی زیاد دارم، اونا من 40 سال قبل که صحبت میکردیم میگفت ایران میخواد ما رو بیاره زیر یوغ خودش. خب من میگم این حرفا رو میزنیم شک نمی کنم مثلا پاسخ میدم که مثلا بله که مثلا این حرفا رو بزنیم دشمنیشون با اسلام و با مسلمون و با این چیزا بیشتر نمیشه به نظر شما؟ چشم شما رو ببرم پایین که بعد پاسخ میدم. ممنونیم، لطف کردید منو بردی بالا. خدا اینم نکته جالبیه. من اینم نکته جالبیه. اینقدر از این دوستان مذهبی با من تماس گرفتن که آقا ما مثلا دیگه نسبت به آقای خامنه ای نظام فلان خیلی سست شده بودیم، با برنامه های تو برگشتیم. مثل اینا هم چیزای جالبیه واقعا. پیچیدگی این دنیاست که مثلا من بیرون گفتمان مذهبی بیشترین بچه مذهبی که تو وسط توی شک بودن نسبت به مثلا آقای خامنه ای و اینا، از طریق این برنامه های ما خب اومدم برگشتم به نظام. این هم یه چیز جالبیه و نکته جالبیه. و من بگم، من فقط دغدغم ایرانه، یعنی هیچی حالا از کلیت اسلامی نه اصلا برام مهم نیست، ولی برای حفظ ایران واقعا اینو میدونم که باید حفظ این نظام انجام بشه به هر شکلی که شده. در مورد اون بحث تمدنی هم نه، ببینید عزیزم، ما تو هر جا بالاخره هر کی یه چیزی میگه دیگه. ما جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین اشتباهاتش اینه که تمام انرژی خودش رو گذاشت که بیرون از مرزها بتونه جذب نیرو کنه، که البته این کار درستی بود. اینکه تو لبنان توی عراق اونا خب کارهای بزرگی انجام شد، خب خیلی نیرو هم جذب کردین. البته بهتون بگم قبل از جمهوری اسلامی هم شیعیان لبنان، شیعیان سوریه، به ویژه شیعیان عراق، که الان یه سریال خیلی جالبی داره پخش میشه، حتما میگم برید نگاه کنید، سریال نجلا واقعا خیلی جالبه. و در زمان شاه هم یادتون باشه که اصلا محمد رضا شاه اینقدر احترام قائل بود برای شیعیان عراق که بلند شد رفتش وقتی که اخراج کردن خیلی از شیعیان عراق، و خود محمد رضا شاه و همین فرح دیبا رفتن استقبال این اخراج شده. من از آقای نجار که خب هوادار آقای خمینی بوده، ولی میگه حتی زمان شاه هم ما مثلا روزمون با صدای رادیوی آبادان باز میکردیم، یا خونه خیلی از شیعیان عراق اون موقع عکس شاه بوده. ایران همیشه پدر معنوی بوده. جمهوری اسلامی کاری که کرد این نبود که اینا رو به وجود بیاره، اینا رو تونه سازماندهی کنه. و نکته‌ای که وجود داره اینه که ولی همه انرژی رو اونجا گذاشت، خیلی کار درستی بود، ولی متأسفانه غافل شد از داخل و فهم گفتگو با کلیت مردم ایران رو بلد نبود. الان شما نکته بخش قابل توجه از همین دوستان مذهبی که تو شک بودن، ما با همین گفتمان ایران ایران کردن و تمدنی برگردون نمیشون به نظام. حالا منظورم خود این عزیز فرقه شیرازی نیست، ولی که قبلا بودن خیلی از دوستان مذهبی که تو شک بودن، گفتمان برنده گفتمان تمدنیه. و در خود منطقه حتما این دوست عراقی شما اینجوری بهتون گفته، ولی ما هم دوستان عراقی زیادی داریم، دوستان سوری حتی داریم، عزیزان لبنانی رو داریم که حتی دارن فارسی یاد میگیرن. شما میزان فارسی یاد گرفتن، من یه مستند خیلی جالبی که یکی از بچه مذهبی هم رفت درست کرد از تهران تا دمشق، تو بازار دمشق طرف اصلا بدون اینکه کلاس رفته باشه با لهجه چیز صحبت میکرد، مناطق ایران رو صحبت میکرد، با لهجه مشهدی، با لهجه گیلانی قشنگ داشت فارسی صحبت میکرد. میگه من عاشق ایرانم، آدم مذهبی هم نبود، شغلش هم فروش اتکلون زنانه و اینا بود، که اصلا خودش هم یه آدم قرتی بود تو دمشق. اینجوری نیستش که شما همه رو بتونید با گفتمان مذهبی جذب کنید. 100% گفتمان شیعه مذهبی مفید بوده، 100% مفید بوده تو منطقه، ولی بزرگترین اشتباه اینه که فقط بخواید گفتمان شیعه مذهبی رو ببریم جلو. در کنارش باید شیعه گفتمان تمدنی آریایی و ایرانی بودن رو بسیار بولد بکنیم. نمیگم بولدتر از شیعه بکنیم، من قبلا البته اینو میگفتم، منم نظراتم خب عوض شده ببخشید،
بعضیا به من میگن تو قبلا یه چیز دیگه میگفتی. خب قربون برم، قبلا این که من فقط تو ایران بودم، در اون برم سنم مثلا 22 3 سال بوده تو ایران بودم، اگر الان با سن 36 سالگی بعد از اینکه 30 خورده کشور دیدم، 100 تا شهر بزرگ دیدم، حداقل در 4 قاره آسیا، کانادا، آفریقا و در حقیقت اروپا، در 4 تا قاره بالاخره تجربه زندگی یا سفر دارم، الانم بخواد نظراتم مثل اون دورانی که 23 سالم بوده هیچ جا رو ندیدم باشه، که خب فاجعه است، که معلومه که نظراتم عوض شده. و کلیپ های قدیمم یا صحبت های قدیمم هم هیچ کدوم از توی فضای مجازی پاک نکردم، به خاطر اینکه باید اینا باشه، اونا اون بخشی از زندگی من بوده و اون داشته منو تکامل میداده که بتونم نظر درستی داشته باشم. قبلا آره فکر میکردم که باید کل گفتمان شیعه رو اصلا تمومش کنیم. خب الان میبینم این نگاه اشتباه بوده. گفتمان شیعه مذهبی خیلی به این مملکت کمک کرده. نه ماشینم پراید نیست، ماشینم پژوه. بعد یه پژو قدیمی هم 2013. حالا من اهل ماشین بازی نیستم، من گرونترین ماشینی که داشتم تویوتا یاریسه، به خدا الان پولش هم دارم، همین الان پول نقدش هم دارم، نه اینکه برم قسطی بخرم یه پورشه بخرم بندازم زیر پا، ولی اهل اینجور چیزا نیستم چون خیلی رانندگی من خوبه. موقعی که میخوام پارک کنم همیشه بغل بغل ماشینم میخوره در دیوار، حالا پورشه بگیرم بخوره سکته میزنم. نه من اهل، من و خانومم هیچ وقت اهل ماشین نبودیم، ماشین همیشه گرونترین ماشین زندگیمون تویوتا یاریس بوده. اتفاقا میخوام یه تویوتا یاریس هم الان بخرم. حال بگذریم، قبلا آره میگفتیم که باید گفتمان شیعه مذهبی هم کامل تموم بشه، منتها الان میبینیم اشتباه کردیم، ما این جرأت رو داریم بگیم اشتباه کردیم و الان میگیم که نباید حتی گفتمان آریایی تمدنی بلتر از گفتمان شیعه بشه، این دوتا باید در کنار هم دیگه بره جلو. حالا گفتمان شیعه که قربونش برم هزاران مبلغ داره، این ایران عزیز ما، ایران تنهای ماستش که مبلغ جدی نداشت و من تلاش کردم تو این حوزه بتونم یه خاکریزی رو ایجاد کنم که از ایران قوی و از گفتمان تمدنی صحبت کنم. برای همین شیعه شیعه و اسلام اسلام نمی کنم، چون نه علاقه دارم این کارو بکنم، نه اینکه خیلی چیز جالبیه، یه عمر من ضد اسلام بودم، حالا بیام مثلا در رأس یک فعال و مبلغ مذهبی، این که خوب کمیکه. نه ولی به این نتیجه رسیدم، خب یه عده دارن گفتمان شیعه رو میبرن جلو، دمشون گرم، دمشون گرم، تو منطقه هم خیلی زحمت کشیدن، ولی اشتباه این بوده که مردم داخل غافل بودن. برای همین ما گفتمان تمدنی رو میگیم که داخلم بیاد در بالا و در منطقه هم بهتون بگم اینجوری نیستش که همه عراقی های شیعه شدیدن مست مثل ما. الان کلی الان مثلا شما این بچه مذهبی ها مگه چیز نیستن؟ مگه شاخه مجازی نیستن؟ عاشورا میشه یه حسین حسینی هم میکنن ولی اصلا مذهبی نیستن. عراق و سوریه و لبنان اصلا ببینید جوامع قرطی دارن، حتی فلسطین، دخترای فلسطینی اینا اصلا یه جوامع خیلی قرطی دارن. شما دختر فلسطینی نگاه میکنی قشنگ مشروب میزنه، فلان میزنه، آدمای قرطی هستن و شما نمیتونی با گفتمان شیعه همه فلسطینیا، همه لبنانیا، همه عراقی ها رو جذب، میتونی خیلی هاشون رو جذب کنی، همه شون رو نمیتونی. یه بخششون نه الان اتفاقا عشق زبان فارسی دارن، نگاه تمدنی دارن، میگم دوست عراقی من، پدر و مادر عراقی، بلند شد اومد ایران، رفت تخت جمشید، تابلو خرید برای من پست کرد تا سوئد. یعنی به عنوان یه عراقی داره فارسی یاد میگیره، زرتشتی شده به عنوان یه عراقی. و اینگونه نیست، شما با نگاه اتفاقا تمدنی یا حتی زرتشتی هم میتونی خیلی ها رو تو منطقه جمع کنی. مهمترین مسئله اقتدار ایرانه. اقتدار ایران اگه میتونی با گفتمان شیعه ببرش جلو، اگه میتونی با گفتمان ایرانگرایی آریایی ببرش جلو، با هر گفتمانی که اقتدار ایران تضمین میشه ما باید اون کارو بکنیم. و من امروز میگم علاوه ایدئولوژیک گفتمان ایران با دو ایدئولوژی شیعه و بحث تمدنی آریایی که اینا مخلوطش میشه شیعه آریایی، ناسیونالیسم شیعه یا ناسیونالیسم ایرانگرایی شیعه. و حالا بعضیا میزنن اینو میگن آقا اینا شیعه آریایی هن، ببخش شیعه آریاییه دیگه، فرقی نداره، یکی هن. با دو مدل صحبت کردن، دو تان منطقه با دو مدل صحبت کردن. حالا بعضیا دوست دارن گفتمانو فقط شیعه ببرن جلو، بعضیا دوست دارن مثل من فقط آریایی ببرن جلو، بعضیا دوست دارن هر دو رو با هم داشته باشن، همش به نظر من درسته. مهمترین مسئله حفظ امنیت و حفظ یک پارچگی ایران و گسترش ایران و تبدیل ایران به اون ابرقدرتی و ژو اقتصاد بزرگ در دنیا و هیمنه اقتصادی دریایی و نظامی مونه.
و از فراسوی تاریخ ایران بزرگ باید تشکیل بشه. حالا با هر گفتمانی که میشه ببریم جلو باید ببریم جلو. در کنار این هر گفتمانی که ضربه میزنه به این اقتداری که داره به وجود میاد که نماد این اقتدار امروز هسته مرکزی این اقتدار امروز آقای خامنه ایه، چه بخوایم چه نخوایم، چه خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد، آقای خامنه ایه. هر کسی در هر جایگاهی که یعنی خامنه ای رو داره میزنه، خامنه ای رو نمیزنه، داره ایران رو میزنه. یادتون باشه حمله به آقای خامنه ای امروز حمله به آقای خامنه ای نیست، حمله به یک ایران قویه، حمله به ایران مقتدره، حمله به ایران مستقله، حمله به ایرانیه که میخواد رو پای خودش وایسه، اصلا حمله به یک پارچگی ایرانه. چون خامنه ای نباشه تمام این مفاهیمی که الان من یاد کردم، صفت هایی که در مورد ایران عزیزمون یاد کردم، همه اینا میپاشه، همه اینا از بین میره. شما خامنه ای رو ضعیف کنی، سپاه رو ضعیف کنی، نفوذ میاد تو منطقه، نفوذ میاد تو کشورمون، ایران رو تجزیه میکنن، ایران رو از اون حالت اقتدار در میارن، تو سریخورمون میکنن به مانند دوران قاجار. بنابراین امروز هر کسی در هر جایگاهی میخواد آقای شیرازی باشه یا هر کسی، حمله اصلا بیاد صبح تا شب حسین حسین کنه. حالا من که نگاه زرتشتی دارم، دارم کلی هم به زرتشتی های نو زرتشتی ها حمله میکنم. چرا؟ چون اینا ضد آقای خامنه ای هست. میخواد زرتشت زرتشتی بکنه که باب میل منه، میخواد حسین حسینی کنه که باب میل شماست. هر کسی آقای خامنه ای رو میزنه، چه با گفتمان زرتشتی، چه با گفتمان شاهنامه، چه با گفتمان حسین، چه با گفتمان عاشورا، باید لهش بکنید. این آدمو باید بزنید. چرا باید بزنید؟ نه به خاطر که آقای خامنه ای خوشش بیاد یا آقای خامنه ای برامون خیلی مهم باشه، بلکه خامنه ای امروز ستون اصلی این حفظ ایران و ایران مقتدره. زدن خامنه ای یعنی زدن ایران. ما چون ایرانو دوست داریم بایستی از آقای خامنه ای و این حلقه پیوسته به ایشون دفاع بکنیم. این دفاع نه بابت اینه که همه نگاه بچهای سپاه یا آقای خامنه ای رو میخوایم تایید بکنیم یا تایید نکنیم، بابت اینه که تنها آلترناتیو ما برای ایران مقتدر بعد از 1400 سال به ویژه 300 سال استعمار، پدیده استعمار در ایران یا حداقل 500 سال پدیده استعمار در دنیا که انگلیس و فرانسه و حتی پرتغال اومدن وارد آبهای آزاد شدن، نه هیمنه یا در حقیقت هژمونی دریایی خودشون رو راه انداختن و سرزمینایی رو گرفتن به اسم سرزمین‌های فرادریایی انگلیس، از اون زمان تا به امروز تنها آلترناتیو ما آقای خامنه‌ایه. بنابراین اگه با گفتمان زرتشت، با گفتمان شیعه، اصلا با گفتمان لائیک، اصلا با گفتمان آتئیست دیگه بدتر از این نمیگم، ببینیم چقدر ایدئولوژیک مثلا دارم بحث استراتژیش، من یه آدم استراتژیستم، حتی اگر با گفتمان آتئیست در دفاع از آقای خامنه ای کسی پا میشه، ما اون آتئیست رو سپاسگزاری میکنیم. اگر با گفتمان حتی بهایی داره دفاع میکنه از آقای خامنه ای، ما اون گفتمان هم ستایش میکنیم. ولی اگر هر کسی با هر گفتمانی علیه آقای خامنه ای امروز بلند شه، اگه گفتمان زرتشت و شاهنامه و کوروش بزرگم باشه که خط قرمز منه، ما اون کوروش بزرگ و زرتشت و شاهنامه رو رد میکنیم، تعارف نداریم. برای چی؟ برای اینکه کوروش زنده، زرتشت زنده، شاهنامه زنده، از نگاه ما، از نگاه شما عزیزان، امام حسین زنده، امروز خامنه ایه. پس هر کسی با هر گفتمانی، با هر گفتمانی، از با خدایی بگیر تا بی خدایی، چند خدایی، هرچی، کافری، شرک، هرچی، از آقای خامنه ای دفاع میکنه مورد تایید ماست. از آقای خامنه ای دفاع نمیکنه با هر گفتمانی مورد رد ماست. آقا ببین چقدر دارم بحث فکری رو باز میکنیم. به این میگن عمق بخشی به بحث. الان دارم ته بحث عمق بحث دارم مطرح میکنم. بنابراین چرا؟ چون امو فقط سپاه پاسداران و خامنه ای هستن که تمام آرزوهای ما رو برای یک ایران قوی میتونن جامعه عمل بپوشونن. خیلی بحث سنگینیه، خیلی بحث سنگینیه و این بحثیه که بایستی عزیزان تشخیصش بدن، با جون و دل بتونن قبول کنن. اگر آقای شیرازی قمه سرش میزد ولی میگفت آقا من هوادار خامنه ای هم فلان هم اینا، میتونستیم بهش نقد کنیم که آقا قمه زنن کار درستی نیست، چهره رو خراب میکنه فلان اینا، ولی دیگه بهش حمله نمیکردیم حداقل. ولی فرقه شیرازیه و خیلی از این جریانات، اینا میخوان در راستای اهداف و منافع انگلیس بیان هسته مرکزی ایران رو بزنن. هسته مرکزی ایران آقای خامنه‌ای. همون شده دارم.
این یه بحث خیلی کاملا عمیقی دارم مطرح میکنم، ولی از این همه سال پژوهش و پس از این همه سال گشتن در کشورهای مختلف، زندگی کردن در کشورهای مختلف، فکر میکنم قوی ترین نوع تفکر استراتژیک همینیه که دارم بیان میکنم. ته گفتمان استراتژیک همینه. حالا یارو یقه منو میگیره، آقا تو اسلام رو قبول داری یا نه؟ آقا جان من میگم آتئیستم از خامنه ای دفاع میکنه، دیگه بعد چیز بشه. حداقل نمیگم حالا تشویقش کن، ولی دیگه بهش حمله نباید کرد. آتئیستیه، بهایی هم اگر از آقای خامنه ای دفاع کنه بهش حمله نکن، حالا حمایتش هم نکن ولی حمله هم نکن دیگه، بذار کارش رو بکنه. در حال یک گفتمان، چون یکی از بزرگترین اشتباهات ما توی جنگ اینه که ما خیلی جاها تو پدیده جنگ ایدئولوژیک فکر میکنیم. تو پدیده جنگ ایدئولوژیک باید فکر کرد در مقاطعی، ولی عموم کسانی تو پدیده جنگ پیروز میشن که مسائل رو استراتژیک بتونن بررسی کنن. حمله‌ای که میخوان به حزب بعث بکنن یا داعش بکنن، با برنامه‌ریزی و استراتژیک این کارو بکنن. ببین شما آرامکو رو میزنی، این یه حرکت استراتژیکه. اگه ایدئولوژیک فکر بکنی بعد بیای گردن بگیری، ولی گردن نمیگیریم چون استراتژیک فکر میکنیم. لایومون هم قطع شد، قربتون برم، 20 ثانیه مونده. دمتون گرم که همراه بودید امروز، یک ساعتی با شما عزیزان گفتگو کردیم. خیلی خوشحال شدم و سپاسگزارم از این دوست عزیزی که اومدم بالا. من کوچیک همتونم، کوچیک همتونم. پاینده ایران، هیچ چیزی بالاتر از ایران برای ما نباید باشه. بزرگترین مسئله ایرانه. بدرود.